با سلام به یکی از ویدیوهای افشاگری چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. در این ویدیو بدانستنی های باور نکردنی در مورد زینب شهیری از قبیل انتشار عکس و ویدیوهای رقص و صورت غیر اخلاقی با خواست خودش، برقرار ارتباط مخفیانه با پسران پولدار، ماجرای رو آوردن به همجنسگرایی، افشای داشتن رابطه جنسی با دوست سابقش، رفتن به خانه های پولدارها، داشتن دوست پسرهای قسم قسم، ماجرای اختطاف و اذیت و آزار وی در کوچه ها و غیره موارد مهم و جالب در مورد این خانم قهرمان میپردازیم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما را همراهی نمایید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این قبیل موضوعات لطف نموده چینل ما را سابسکرایب کنید. زاول یا همان زینب شهیدی، دختر است که برای اولین بار از آگهی کمیسیون مستقل انتخابات با لباس محلی روی پرده تلویزیون ها ظاهر شد. و سپس با نقش آفرینی در آهنگ خندکوی شفیق مرید آوازخوان خوش آواز کشور مشهور شد و بر سر زبان ها افتاد. زاول شهیدی در کنار استعداد سرشار در هنر یک ورزشکار مدال آور نیز است که تا کنون چندین مدال از میدان های ملی و بین المللی کمایی کرده است. زاول شهیدی در سال 1996 در شهر تهران کشور ایران متولد شد و در فضای مجازی زینب به نام زاول شناخته می شود. زاول شهیدی از پایدار قالین به این مرحله رسیده است. وی در زمان مهاجرت قالین نبافته بود، اما هنگامی که به افغانستان آمد خانوادهش در تنگنای اقتصادی قرار داشت و زاول و خواهرانش مجبور شدند برای کمک خرجی خانواده هم که شده قالین ببافند. زاول شهیدی دوران مکتب خود را در شهر کابل شروع کرد. بالاخره در سال 1392 هجری خورشیدی خانم زاول از مکتب فارغ شد و وارد دانشگاه گردید. وی رشته اقتصاد را دوست داشت، اما موفق به ادامه تحصیل در این رشته نشد و ناگزیر رشته حقوق را برگزید، اما در کنار آن کارهای تجارتی هم انجام می‌دهد. زینب شهیدی به علاوه تمام موفقیت‌ها و شجاعت‌هایی که داشت، اما حالا دیگه با قرار گرفتن در محیط بیرون از افغانستان او قهرمانی و شجاعت را کنار گذاشته و زیادتر به کارهای شبیه به فحشا رو آورده است. انواع ویدیوها و عکس‌ها که از نگاه اسلامی جامعه افغانستانی مشکل دارند و قابل قبول نیست، از ایشان در تمام صفحه‌های مجازی پخش و پراگنده شده است. ویدیوهای رقص با تصویر بسیار زننده، اظهار نظرهای جنجالی در مورد آزادی بیان و همچنین موارد دیگر باعث شده است که نظر مردم در مورد او مثل گذاشتن نباشد. در این اواخر او با افراد مختلف روابط شخصی برقرار کرده است و حرف و حدیث هایی در مورد وی شنیده می شود که دور از آن شخصیت هست که مردم می شناخت. زینب شهیدی در این اواخر به همجنسگرایی رو آورده است و در رابطه هایش زن را نسبت به مرد ترجیح می دهد. در این اواخر دوست بچگی زینب که در ایران با وی بزرگ شده دست به افشاگری زده است و گفته که با زینب از بچگی قرار ازدواج داشته و چندین بار مخفیانه با وی رابطه جنسی داشته است. اما نظر به مشکلات فامیلی و نظر به اقتصاد ضعیف که این پسر داشته است و همچنین مشهور شدن یک دفعه زاول شهیدی باعث شده که روابط این دو تیره تر شود و زینب دیگر تمایل به آن پسر نشان ندهد. او میگوید در سالهای پیش هر روز با هم یک جا بودند و به گفته آن پسر منشای فعالیت های امروزی زینب او میباشد. او در ادامه این افشاگری میگوید که زینب را در این اواخر با اشخاص مختلف دیده که در خانه های کاخ مانندش در رفت آمد است. اما زینب هر روز موترها و لوازم گران قیمت را خریده و تغییر تبدیل می کند. با این اوصاف معلوم می شود ایشان کدام روابط مخفی با پسران جنرال ها و تجارها دارد. طبق گفته زینب شهیدی و علاقمند تجارت هست تا اینکه سرمایه پیدا کرده و به تجارت مشغول شود. اما همانطور که گفته شد آنها اقتصاد ضعیف دارد و قبلا هم قالین بافی می کرده. حالا خیلی بعید است که به تجارت و سرمایه داری بدون کدام کمک جانبی رسیده باشد. به همین دلیل وی از این اشخاص مشهور در بدل چیزهای نامعلوم استفاده کرده و میخواهند به دنیای سرمایه‌داری و تجارت وارد شود که تا حالا موفق نیز بوده است و شرکت‌های کوچک را با برادرش ایجاد کرده و مشغول به کار هستند. در ادامه افشاگری این پسر که دوست نزدیک زینب بوده است میگوید که زینب در اوایل بسیار یک دختر باشن و با عزت بود، اما زمانی که پایش به رسانه‌ها و کلیپ‌های مردم باز شد از راه راست دور و دورتر گردید و حالا با رقصخانه ها و با افرادی که کلیپ های غیر اخلاقی می سازند همکاری دارد. و
و همچنین در انتشار فرهنگ فحاشی در بین مردم با بقیه اشخاص مرتبط به صورت تنگ ناتنگ در ارتباط بوده و بعضی موارد از این قبیل موضوعات را نیز مدیریت می کند. خانم شهیدی پیش از آشنایی با شفیق موری در تبلیغات کمیسیون مستقل انتخابات کار می کرد و در همان روزها شفیق موری آوازخوان محبوب کشور و دنبال دختری بود که چهره هزارگی داشته باشد که در حال قالین بافی در همانجا با شفیق مرید آشنا شد. آقای شفیق مرید بعد از هماهنگی با زاول شهیدی با خانواده‌اش در مورد ویدیو کلیپ صحبت کرد و پس از رضایت فامیلش خانم شهیدی توانست در این کلیپ نقش بازی کند. بعد از نشر ویدیو کلیپ زینب با برخورد ناخوشایند از طرف همسایه‌ها و اطرافیانش روبرو شد. برای آنها خیلی سخت بود که قبول کنند و در کلیپ یک آهنگ نقش بازی کنند، و خصوص که به پدر و مادرش میگفتند که دختر شما با یک بچه پشتون کار کرده و در کلیپش ظاهر شده است. ولی خانم شهیدی هیچ وقت این چیزها را جدی نگرفت و با آنها بها نداد، چون وی بیش از این که مخالف پیدا کرده باشد هوادار پیدا کرده بود. هوادارانی که از سواد بالایی نسبت به منتقدین برخوردار بودند و اهل هنر و فرهنگ بودند و آنها وی را تشویق کردند، استعدادش را ستودند و خانم زاول را با آینده امیدوارتر کردند. زاول شهیدی تا هنوز مجرد هست، اما هر روز دوست به سر عوض می کند و با اشخاص مختلف در رابطه هست. زاول شهیدی گفته زمانی که ازدواج کردم دوست دارم اولین فرزندم پسر باشد و دلیلش را اینطور گفته است که پسر بهتر از دختر است و گفته که خودم هم خانم هستم و اگر فرزندی به دنیا می آورم دختر باشد فکر نمی کنم برایم جذابیت داشته باشد. و در جواب سوالی که پرسیده شد اگر حق انتخاب بیشتر داشته باشید دوست داری چند تا فرزند داشته باشید، گفت دوتا، یک دختر و یکی هم پسر. زینب در مورد شخصی که میخواهد با او ازدواج کند نیز گفت که مرد شریک زندگی و آینده یک فرد مطرح سیاسی باشد، اما نه آنقدر گرفتار که برای خانواده خود وقتی نداشته باشد. در کل دوست دارم این فرد تحصیل کرده و باسواد باشد و ترجیحاً پولدار و معروف هم باشد. زاول شهیدی در مورد آثار و وضعیت‌هایی که از طرف اشخاص بی‌بندوبار در سرک و کوچه ها می‌شود در مصاحبه گفت که در موتر فرونر خود به طرف خانه رانندگی می‌کردم و متوجه دو مرد سوار بر یک موتر می‌شود که وی را دنبال می‌کنند. زینب می‌گوید یکی از این مردها با اسلحه به طرف من اشاره کرد و اخطار داد که به جهت که وی مرا هدایت می‌دهد حرکت کنم، اما من سر باز زدم و سرعتم را سریع کردم تا هرچه زودتر خود را به خانه برسانم. زمانی که جاده را برای خانم شهیدی قید کردند، می‌خواستند وی را به زور به کنار جاده بکشند. یکی از مردها کاغذی که شماره تلفن خود را به آن نوشته بود، و طرفش می‌اندازد و اخطار می‌دهد که به وی زنگ بزند و اگر زنگ نزند، وی را اختطاف می‌کند. وقتی که این بانو به خانه می‌رسد، جریان را به اداره امنیتی بازگو می‌کند. خوشبختانه بعد از آن روز دیگر این مردها را نمی‌بیند. خانم شهیدی به هر جایی که می رود مورد نگاه های خیره و آزار و اذیت مردم قرار می گیرد. مردم به این دلیل که او رانندگی می کند، کوشش می کند که به نحوی وی را تمسخر کند. بانو شهیدی گفت در زمانی که در افغانستان بودم، از ترس اختطاف کردن و فاصله های دورتر از خانه هم رانندگی کرده نمی توانستم و جاهای دور از خانه با آسانی رفته نمی توانستم. بانو شهیدی می گوید زمانی که از موترهای شهری استفاده می کند و در بین مردم قدم می زند، بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. تشکر که تا پایین با ما همراه بوده. در اخیر شما دوستان خواهشمندیم جهت مشاهده ویدیوهای بیشتر از این قبیل موضوعها لطف نموده چینل ما را سابسکرایب کنید و همچنین نظریات و پیشنهاداتتان را در قسمت کامنت با ما شریک نمایید تا ویدیوی جذاب دیگر. خدا نگهدار.